شناسی، من سنا هستم، به کانال من خیلی خیلی خوش اومدید. من کلا توی کانالم علاوه بر اینکه آشپزی انجام میدم، عاشق دستورات طبیعی، ساخت کرم و مراقبت های پوستی و و و هر چیزی که مربوط به سلامتی و تندرستی و لایف استایل بشه هستم و سعی میکنم تمام این چیزایی رو که میدونم رو باهاتون توی کانالم علاوه بر آشپزی شیر بکنم، از ساخت کرم و سرم های خانگی و طبیعی گرفته تا ساخت انواع صابون های خانگی با پرس سرد و نکات لایف استایلی که خودم امتحان کردم و انجام میدم و توی لایف استایل و زندگی روزانم پیاده کردم. ویدیو امروز در رابطه با درست کردن یک صابون مخصوص پوستای چرب و پوستایی که جوش میزنه و آکنه داره هستش. خب چرا من این صابون رو انتخاب کردم؟ چون پسر تینیجر و نوجوان من هم مثل تمام نوجوانای دیگه به خاطر تغییرات هورمونیشون پوست چرب و پرجوشی داره و آکنه میزنه و من تصمیم گرفتم که یک صابون خانگی فوق‌العاده طبیعی و عالی براش درست بکنم که با اون پوستش رو شستشو بده که کمک کنه در واقع جوش و آکنه از بین بره و کمتر بشه و کنترل بشه. دوستان، این فرمول این صابون رو من خودم ساختم، یعنی چیزی نیستش که من از جایی رفته باشم کپی کرده باشم گرفته باشم و برای شما مدلش رو درست کرده باشم. این فرمولی هستش که بعد از روزها تحقیق و امتحان من این فرمول رو به دست آوردم و میخوام باهاتون شیر بکنم. صابونی رو که دوستان میخوایم درست بکنیم کاملا طبیعی با استفاده از مواد ارگانیک هستش، با پرس سرد تهیه شده، یعنی اینکه در پروسه ساخت این صابون از حرارت استفاده نشده که این صابون رو خیلی خیلی بهتر میکنه و برای پوست مفیدتر میکنه چیزاش رو. و شما میتونید از هر قالبی استفاده کنید، من چون قالب دیگه فعلا دم دستم نبود از قالب گل روز استفاده کردم. قالبای سیلیکونی برای ساخت صابون بهترین انتخاب هستن. آف کورس دوستان، مواد خاصی رو که من توی تهیه این صابون استفاده کردم لینک خریدش رو تو قسمت توضیحات ویدیو میذارم که به صورت آنلاین میتونید خرید بکنید و خودتون این صابون رو درست بکنید. بدون حرف اضافه بریم که این صابون رو طرز تهیهش رو ببینیم. در مرحله اول دوستان، قلیابی رو که داریم با آب مقطر مخلوط میکنیم. سعی بکنید توی ساخت صابون حتما از آب مقطر استفاده بکنید تا مواد شیمیایی و مواد اضافی آب معمولی وارد صابونتون نشه. دوستان، در مرحله‌ای که میخواین قلیاب رو به آب مقطر اضافه کنید حتما دستکش بپوچید و جایی باشید که کاملا هوا جریان داشته باشه، تا چون این قلیاب ممکنه در زمان مخلوط کردن براتون ضرر داشته باشه. کاملا مخلوط کنید تا قلیاب کاملا در آب حل بشه. دوستان، زمانی که اینو مخلوط میکنید باید انقدر به مخلوط کردن ادامه بدید تا کاملا قلیاب حل بشه و آبمون کاملا از رنگ سفید به رنگ کلیر، یعنی به رنگ معمولی آب در بیاد. میتونید این رو توی یخچال هم بذارید بعد از اینکه مواد مخلوط شد تا سریعتر آبمون به رنگ معمولی در بیاد. دوستان، مقدار مواد اولیه رو برای ساخت انواع صابون من همیشه تو قسمت توضیحات ویدیو زیر ویدیو میذارم. لطفاً به قسمت توضیحات ویدیو مراجعه بکنید و توضیحاتی رو که در رابطه با مواد اولیه اونجا دادم بخونید و اگر تمایل داشتین میتونید به لینک مورد نظر که داده شده مراجعه بکنید و مواد اولیه رو دانلود بکنید. برای دوستانی که توی ایران هستن، اگر مواد اولیه رو براشون قابل دانلود نیستش، میتونن با اینستاگرام من که میبینید روی صفحه تماس بگیرن و به من مسیج بدن و من راهنماییش میکنم که به چه شکل مواد رو دقیقاً فرمولاسیون رو دریافت بکنن. این رو ما میذاریم کنار تا کاملاً خنک بشه و رنگش کلیر بشه. الان بسیار داغ هستش. خب دوستان، همونطور که میبینید آب ما کاملا کلیر شده و به رنگ معمولی آب برگشته. الان مرحله بعدی ساخت صابون رو شروع بکنیم. روغن هامون رو به هم اضافه میکنیم. روغن زیتون داریم. به روغن زیتون روغن نارگیل رو اضافه میکنیم.
روغن کرچک داریم، روغن کرچک رو اضافه میکنیم و دوستان در مرحله آخر محلول قلیابمون رو اضافه میکنیم و بهترین روش برای مخلوط کردن استفاده از دستگاه پورکن و یا گوشکوب برقی هستش که من کاملا توصیه میکنم از این دستگاه استفاده بکنید که بهترین شکل میتونه صابون رو مخلوط بکنه. همزمان که قلیاب رو ریختیم مخلوط میکنیم. اینقدر بعد مخلوط کردن دوستان ادامه بدید تا مواد کاملا مخلوط بشه و زمانی که مواد رو بلند میکنید با پورکن یه رد خیلی محسوسی روی سطح صابون بیفته و اون موقع زمانی هستش که دیگه نیاز به مخلوط کردن ندارین. خب دوستان میبینید که مواد اصلا رد نمیندازه. ما بعد مخلوط کردن ادامه بدیم تا مواد منسجم تر بشه و رد بندازه. مواد شروع کرده به مقداری رد انداختن ولی هنوز یکم جا داره، میخوان که یه مقدار ردش بیشتر بشه. خب دوستان میبینید که مواد کاملا رد میندازه. وقتی من دستگاه رو بلند میکنم رد مواد کاملا مشخصه. در این مرحله مخلوط کردن ما کامل شده و میریم برای مرحله بعدی. پودر زغال رو یا همون اکتیویتد چارکول اضافه میکنیم، همچنین روغن درخت چای که بسیار برای پوستای چرب عالی اضافه میکنیم و مواد رو کاملا مخلوط میکنیم. دوستان در این مرحله صابون آماده هستش که داخل قالب ریخته بشه. من از قالب‌های سیلیکونی استفاده میکنم که خیلی عالی هستن. صابونمون رو توی قالب ریختیم و توی این مرحله به مدت 24 الی 48 ساعت باید بذاریم که صابونا توی قالب استراحت بکنن. به این مرحله معمولا مرحله خواب صابون گفته میشه که تقریبا صابون جای نسبتا گرم باید باشه. ترجیحا میتونید روش رو یه پارچه بکشید و ولش کنید تا بذارید که این مرحلهش کامل بشه و بعد از 48 ساعت میایم سراغ صابونا. دوستان حدود 48 ساعت میشه که صابونا مرحله اول استراحتشون رو طی کردن و الان زمانش هستش که ما اینا رو از قالب در بیاریم. یکی از قالبای من تهش رنگ خوراکی فکر میکنم مونده بود و این باعث شد که یکی از صابونای من سطحش یه مقدار رنگی بشه. خب دوستان این صابونا هنوز آماده نیستند و اینا حدود 4 الی 8 هفته طول میکشه که مرحله دوم استراحتشون رو طی بکنن و کاملا به مرحله صابون شدن برسن و آماده استفاده بشن. الان توی این مرحله شما هر مدل که میخواید میتونید صابونتون رو برش بدید، صاف و صوفش بکنید و اجازه بدید تا خشک بشه تا به مرحله صابون برسه.
دوستان بهترین مدل برای گذاشتن صابونا برای مرحله دوم استراحتشون گذاشتن صابونا روی چیزی مثل قفسه مانند و یا سینی در واقع رک فر هستش که به صورت میله های استیل هستش که مطمئن بشیم که از همه قسمت هوا به صابونا میرسه، جای خشک و خنک نگهداری بکنید. بین 4 تا 8 هفته طول میکشه تا این صابونا آماده بشن و استفاده کنیم. چون صابونایی که دوستان ما درست میکنیم کولد پرس هستش و بسیار طبیعی هستش، این مدت زمان نیاز هستش برای آماده شدن صابون ها.